سلام دوستان وقتتون به خیر باشه یک خبر در هفته گذشته عرستان منتشر شد هنوز درباره خبره دارن گذاشت و تحلیل ارائه میدن خبری که الان اشاره شده به موشک نیروهای مسلح ایران موشک خیبر شکن که به شدت مرتوجه کارها قرار گرفته من یه یعنی نکته جالب در خصوص موشک بگم یه عکسی روزی که از دوستان برای من فرستاد خب من در گذشته که به شما ارائه دادم به این اشاره کردم که موشک خیبر شکن در مقایسه با موشک های مشابه وزن سبکتری داره اما به این دقت نکرده بودم که خب مثلا وزن سبکتری داره که چی بشه که یه پرتابگر بتونه دو تا موشک رو همزمان شلیک بکنه دیگه این عکسای جدی که دوستان برای من فرستن به همین اشاره داره یک پرتابگر رو نشون میده که این پرتابگر با توجه به اینکه موشک همون موشکه با همون قابلیت ها ولی چون بدنش سبکتر شده همزمان میتونه که دو تا موشک رو یک پرتابگر ببره و عملیاتی بکنه این تصویر است که این رو نشون میده در خودش جالب و قابل تعمل هست چیزی که دیدم رسانه هم بهش اشاره کرد من واقعا تا دیروز دقت نکردم بعضی که من واقعا نمیدونستی نه نمیدونستم و دیروز دیدم که بعض دوستان با تجربه تصویر جدیدی که منتشر شده بهش اشاره کردن یه گزارش میخوام براتون بخونم این گزارش البته فراتر از بحث موشک خیبر شکنه گزارشی هست از عبدالباری اطوان گفته که سال 22 سال 2022 برای منطقه ما سال متفاوت خواهد بود بعد اشاره کرده گفته که محور مقامت در این سال دست برتر رو خواهد داشت و سه موشک در این سال ایفای نقش خواهد کرد سه موشک هست که این سه تا کمک میکنه محور مقامت دست برتر داشته باشه خب یکیش خیبر شکن دیگه چیه اون یکی ها چیه در ادامه به همین اشاره کرده گفته که بذاری از این مطمئن براتون بخونم معادلات منطقه به زودی چهار تغییراتی خواهد شد و سال 2022 متفاوت تر از هر سال دیگری خواهد بود طی چند ماه آینده یا یک سال آینده سه موشک عنواندار اصلی در منطقه خواهند بود زیرا این موشک ها معادلات رو به طور کامل تغییر خواهند داد یعنی این تا ویژگی های دارن که اون ویژگی ها کمک میکنی که اصلا فضای منطقه رو عوض بکنن خب این ستا چیا هستن؟ گفته که اولیش موشک خیبر شکن هست که توی ایران داره استفاده میشه دومیش یک موشک هست در سوریه من نمیدونم به چه موشکی داره اشاره میکنه و منظورش چیه و گفته سومیش موشکی است در حزب الله لبنان اشاره کرده به فکر میکنم سامانه های پدافندی که اخیرا سامانه های پدافندی که اخیرا مقامت لبنان بهش اشاره کرده حالا این نکته ای داره من خدمت شما ارسام کرد بخشی از متن گزارش برای شما بخونم گفته که انتخاب نام خیبر و خیبر شکن بسیار با دقت بررسی شده است زیرا شما میدانید که خیبر نام منطقه یهودیان در نزدیکی مدینه بود و پیامبر همواره تاکید میکرد که قرار گرفتن دو دین مختلف در یک منطقه یعنی مدینه امکان پذیر نیست بناوری نام خیبر شکن برای موشک ایرانی یک پیام بی سابقه به همراه دارد میگه اشاره کرده به همون کنده شدن در قلعه خیبر و اتفاقاتی یعنی که در ماجرا رخ میده و اشاره کرده که این ماجرا بخشی از تاریخ نخواهد و تکرار میشه دوباره برای ای که بخواهند شرارت به خرج بدهند تکرار میشه و در نهایت اومده به این اشاره کرده گفتی که ایران اکنون چهارمین قدرت موشکی جهان پس از روسیه چین و کره شمالی است و در مسئله پهبات ها نیز این امر صدق میکند گفتی که این حوزه به شدت قدرتمنده بعد گفته علاوه بر موشکهای کروزی که داره و پهبات که داره 29 موشک بالستیک داره و این یعنی زراتخانه ایران پر پر و آماده به صلاح خودمون به کارگیری است یه نکته ای رو توی گزارشش مورد اشاره قرار داده بود و اون هم سه تا موشک بود موشک ایرانی موشک سوری و موشک لبنانی در خصوص موشک لبنانی یه سری سر و صدا توی منطقه داره مطرح میشه سهیونس این چند روز خیلی دادشون در اومده و همه اینها برمیگرده به گفتگویی که دبیر کل مقاومت لبنان به بهانه سالگرد انقلاب مردم ایران داشته ایشون یک مصاحبه انجام میده و در بخشی از این گفتگو و مصاحبه اشاره میکنه به حضور پهپادهای رژیم سینسی در آسمان لبنان میگه که خب اینها در موقعیت جنگ برای ما خطر محسوب میشن چون میخوان بیان عملیات بکنن و ما موظفیم که با اینها برخورد بکنیم اما در شرایط غیر جنگی هم ما اینها رو خطر میدونیم به خاطر اینکه این, این پهپادها دارن کمک میکنن که طرف مقابل بتون عملیات های اطلاعاتی رو علیه ما به خوبی انجام بده بعد میگه که ما برای اینکه بتونیم با این قضیه مقابله کنیم کارهایی رو انجام دادیم که این کارها منجر شده به اینکه سهیونسا حضور خودشون در آسمان لبنان رو کمتر بکنن به چی اره اشاره میکنه یعنی مثلا اگر اشتباه متوجه شدم متوجه شده باشم میگه یه حرکتی زدیم که اون حرکته باعث شده که اینا بفهمن که هوا پسه مرکتی چیه؟ اشاره میکنه به استقرار یک سامانه پدافندی در مقاومت لبنان این سامانه چیه؟ چجوری چی قراره با پهبات که به سمتشون میاد مقابله بکنه؟ من واقعا اطلاعات دقیقی ندارم بعضی ها میگن یک سامانه هست که ایرانی ها در اختیار اینها قرار دادن بعضی میگن یک سامانه روس هست که حالا ایران یا سوریه در اختیار اینها قرار داده من خیلی نمیدونم در خصوص این ماجرا خیلی نمیدونم خبرنگار هم از اینشون سوال میکنه میگه آیا این سامانه که دارید میگید یک سامانه رو اسم بره میگه این سامانه روسی هست که شما دارید ازش به اصطلاح یاد میکنید ایشون در صحبت خوش میگه که البته در مورد آن چیزی نمیگویم بعد خندش میگیره میگه که همه اینها اگر وجود داشته باشد نشان داده میشود بعد میگه به وقتش اگر لازم شما ازش رونمایی میکنید بعد میگه همه چیز ممکن است همه چیز احتمال دارد داشتن هر سلاحی که بتواند از این کشور و این مردم در مقابل اسرائیل دفاع ضروری است بعد یه نکته وجود داره بعد از اینکه این اصلاح ای نظرها توسط دبیر کل مقاومت لبنان در اصلاح مطرح میشه سیونسی مقدار نگران میشن این که ظاهرا یه ارتشی در مقابل ماست این ارتش حالا سامانه پدافندی هم داره بعد یک گزارشی می نویسن اسم گزارش این هست انگشت در چشم اسرائیل بعد مورد توضیح داده گفته که این حرکتی که اینجا انجام دادن فعالیت نیروی هوایی اسرائیل در آسمان لبنان را مختل می به شدت عصبانی شدن گفتم این چه کاری اینو کردن این باعث میشه که فعالیت یعنی ببین خیلی جالبه. الان مثلا شما تصور کن ایران بیاد بگه که پاکستان رفته یه سامانه پدافندی خود. این مسخره بازیه چی من دیگه نمیتونم تو آسمان پرواز اون نباید فرارسونی آسمان کشور خودشه اونجا مال خودشه تو نباید پرواز انقدر اعتماد یعنی فوق اعتماد به نفس اجازه میده به خودش رو مجوز داره برای خودش که در همه جا باشه و تازه سوال شده که چرا سامانه ساخته من نتونم برم تو لبنان خب ساخته که اگر اومدی بزنه دیگه خاکی کشور خودشه مثل اینکه رسمیت نمیشناسی برای دیگر کشور رو اومده به همین اشاره کرده ابراز نگرانی کرده گفته که این باعث میشه که حضور ما در آسمان لبنان مختل بشه و هدف این سامانه سرنگونی همه پهپادها و هواپیماهای اسرائیل در جنگ آینده است خیلی کش و بزرگی کردن اینها فهمیدن که هدف اسرائیل بعد گفته که همچنین به نظر میرسد که نیروهای حزب لبنان در زمینه استفاده از این سامانه آموزش دیدن این یه نکته جالب بذارید براتون بگم من نمیدونم این گزارش بر چه اساسی به این جمع رسیده اما یه چیزی من شنیدم تحت این عنوان که 2019 یه سامانه پدافندی تو لبنان عملیات میکنه که برای مقاومت لبنان بوده یعنی داستان این سامانه ها مال دو سه سال پیشه اینا تازه دارن رسانه میکنن بهش اشاره میکنن بعد سامانه یه پهباد میزنه بعد سریونسه اونجا میفهمه که اینجا یه خبراییه آسمان امن نیست سامانه داره با سامانه میزنه اینجا که برمیگره میگه احتمالا آموزش نظامی دیدن در به استفاده از این سامانه میگه مقاومت لبنان آموزش دیده. ترجمه دیگهش برای من اینه که سامونه این سامونه به تن اینا خورده بعد این تحلیلگره یا این کسی این گزارش میشه اینو میدونه به نوعی که بهش اشاره نشه تو گزارش رو گنجونده گفته که اینها آموزش دیدن تو کجا میدونی حتما تست شده تو هم تجربهش کردی و الان میگی که آموزش دیدن دیگه حالا در جریان قرار که اینها آموزش دیدن این نکته از چند جد خیلی مهمه دوست عزیز ما داریم از یک مرحله عبور میکنیم مرحله اول تثبیت یک انقلاب اسلامی در ایران بود گفتیم که خیلی خوب در این منطقه ما الان ضروری برای ما این هست که اینو داشته باشیم ایران باید مجهز بشه این مرحله دوم گفتیم که آقا نیروهای همسوم باید شکل بگیره این که من داخل مرسان بشینم از خودم دفاع بکنم تموم شد رفت این یعنی این پایان ماجرا یعنی هنوز آغاز نشده پایان ماجرا یعنی آمریکا بیاد مرز من رو بگیره کنار من رو بگیره جنوب کشور من در خلیج فارس هم باشه استرلیام ازش حمایت بکنه بقیه هم وسط منطقه و من دستم رسم بالاست یه کار دیگه باید بکنم باید رفیقای خودم رو فعال بکنم در افغانستان در عراق در دیگر نقاط اینو باید فعال بشن گروه های همسو ایران ایجاد شدن گروه های همسو ایران در منطقه خاورانه فعالیت خودشون رو شروع کردن ما چند ساله رسیدیم به یک نکته و اون نکته اینه که من شبه نظامی که همسو من باشه رو صرفا برای اینکه در میدان رزم بخواد ایفای نقش بکنه نمیخوام باید رفقایی باشن اینها برن در داخل ساختار سیاسی خودشون بخشی از وطن خودشون ملیت خودشون اونجا فعالیت سیاسی بکنن برن تو دنیای سیاست رفتیم جلوتر گفتیم که خب نیروی نظامی و نیروی سیاسی کافی نیست این باید موشک داشته باشه پهباد داشته باشه تحولات منطقه داره تغییر میکنه مدل جنگ ها داره تغییر میکنه اگر خطر جدی تری اومد به سمتش نمیتونه بتونه دفاع بکنه باز رفتیم جلوتر ایران میگه که اصل کافی نیست شبه نظامی چرا من ارتش نیاز دارم رفیقای من باید به ارتش تبدیل بشن. چرا شبه نظامی عراق تجربهش در مقابلمون هست دیگه آمریکا این همه هزینه کرد برای ارتش چی شد ارتش دفاع کرد نه داعشیا ها رسیدن ها موسل ارتش ول کرد رفت افغانستان تجربه در مقابل ما هست ارتش از مردم محافظت کرد نه طالبان اومد حمله کرد تا خود کابل اومد ارتش هیچ کاری نکرد پس من باید ارتش هایی رو بسازم ارتش هایی رو بسازم که در خدمت ملت ها باشن در اون نقاط بمونن اگر نیاز شد با هم عملیات مشترک علیه دشمن مشترکی که میخواد قلب ایالات متحده مقاومت یعنی ایران رو تهدید بکنه ایفا نقش کنیم خب یعنی باید چیکار بکنم ببین یعنی دیر... دیگه نیروی نظامی نمیخوام پهباد نمیخوام موشک نمیخوام و نیروی دریایی هم نمیخوام فراتر باید برم الان هم آسمان رو دارم هم زمین رو دارم هم دریا رو دارم هم زیر زمین رو دارم ولی یه چیز دفاعی هم میخوام سامانه پدافندی ایران داره الان این کارو میکنه نقطه ای که قرار گرفتیم اینه نیروهای همسومو دارن تبدیل میشن به لشکرها و ارتشهایی که حالا باید م... بذارید ساده بگم جملمو کلمات نمیچرخه تو زبان امروز کردین مجهز بشوند مجهز بشوند به سامانهای پدافندی که این ها بیان و از اونها در مقابل خطرها و تهدیدها دفاع کنن از این جهت ماجرا مهمه از این جهت به شدت ها ترسیدن من یکی دو تا گزارش میخوندم تو یکی از این گزارش ها گفته بود این سامانه ای که ایران مستقل کرده در مقاومت لبنان در حزب الله در خاک کشور لبنان اینو ما باید بریم بررسی بکنیم بعد گفته بود که سامانه های روس رو ما به طور کامل میدونیم باید باشون چیکار بکنیم و با اینا کار کردیم مشابه اینها از کار انداختنشون به چالش کشیدنشون بلدیم اینو باید بریم بفهمیم چیه در کنید یعنی اون بیکار نشسته اون به طور کامل تو ذهن این... تو ذهنش این داره میذاره که ما باید, باید چیکار بکنه و از چه جهتی ماجرا مهمه ببین اصلا ارتش ها و رفتن به مراحل بعدی و اینا رو کنار موضوع مهمه الان اینه میگی که من یه گنبد آهنینی دارم این راکت هم نمیتونه بزنه و من هر کاری میکنم اون میاد یه بازی جدیدتری میکنه من به روزستانی میکنم اون مدلش متفاوت میکنه من دارم به چالش کش نمیشم در یه همچین شرایطی حالا او داره سامانه پدافندی در مقابل من قرار میده خب کجا شرسا که ایران سامانه پدافندی رو تو کشور خودش نچیده که اگر من حمله کردم عملیات کنه نه رینگ پدافندیشو آورده گذاشته مدیترانه از خود مدیترانه رینگ پدافندی چیده تا خود تهران بعد داره اینو تستش میکنه من زمانی که بیام تو آسمان لبنان این یا میزنه یا نمیزنه اگر زد ایران میفهمه که خب در این حوزه توانش داره اگر نزد ایران میاد بررسی میکنه میگه آقا این سامانه باگ داره بعدش داشتیم بررسیش بکنیم ایرادش رو بررسی میکنیم و برطرف میکنیم دوباره تو میدون جنگ لبنان تستش میکنیم اینش ترسه که برای اونها میگه که قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته اون داره خودش رو به روز میکنه منتظر نمیشه که من حمله بکنم بعد بخواد اقدام بکنه امیدوارم این بخش تونسته باشم توضیح بدم گزارش گزارش فوق العاده ای بود امیدوارم آن چیزی که به زودی منطقه ما رو درگیر خودش میکنه صلح و امنیت پایدار برای ملت ها باشه چیزی که به شدت آمریکایی ها و سعودی ها دارن تلاش میکنن خلافش رو رقم بزنن من اگر ساده بخوام برای شما در یک جمله این گزارش رو جمع بکنم خبری رو میخوندم به نقل از فکر میکنم نخست وزیر سابق عراق بود که در عراق برخی از مسئولان تایید کرده بودند و اون خبر این بود که عربستان سعودی پنج هزار داعشی رو به عراق اعزام کرده پنج هزار داعشی اعزام کرده به عراق و اینها قرار هست داخل عراق طبیعتا عملیاتهایی رو انجام بدن دیگه در شرایطی که 15 هزار داعشی توی زندان داری که 750 تاشون اخیرا فرار کردن که نشون میده بقیهشون هم میتونن فرار بکنن حسای خاموش شده داری در عراق بعضیاشون که اصلا دارن عملیات اونها در عراق و سوریه و این جماعت هم دارن اضافه میشن اینها معنا اینها برای منطقه ما هست و البته امیدواریم که آن چیزی که در نهایت برای ملت ها میمونه صلح و امنیت پایدار باشه دوستان عزیز یه لحظه توجه کنید این ویدیو رو ضبط کردیم پیوستش کردیم به انتهای این برنامه که دو تا نکته مهم بگیم نکته اول اینکه ما کانال دوممون رو راه اندازی کردیم کانال دوم راه اندازی کردیم به دلایل مختلف که یکی از دلایلش این که اگر احیانا کانال اون هست شد به هر دلیلی یوتیوب فعالیت رو متوقف کرد ما کانال جایگزین داشته باشیم خیالمون راحت بشه اونجا تیم با قوت به مسیر خودمون ادامه بدیم تو این کانال دوم تلاش میکنیم که محتوای ویژه تر خلاصه تر و به اصطلاح خودمون کپسولی تری رو به شما ارائه بدیم امیدوارم که جذاب و مرتجعتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب بکنید دنبال بکنید و مشترکش بشید که به نوعی حمایت از ما محسوب میشه و درخواست دومی که میخواستم خدمت شما عرض بکنم امروز روز اول تبلیغات ما هست اگر شما مخاطب قدیمی ما باشید میدید کاری که ما داریم پیش میبریم و فعالیتی که داریم انجام میدیم و اون چیزی که حدوداً چهار سال شروع کردیم با همین حمایت مالی با همین حمایت مالی این کار شروع شده جلو آمدیم و امیدواریم که بتونیم بقیهش رو هم پیش بریم از دیگران هم حمایت مالی نگرفتیم سراغ ارگان ها هم نرفتیم خیلی هاشون تلاش کردن که ما برایشون کار بکنیم دارو فهم ندیم ولی ما ترجیح میدیم که این شکلی جلو بیایم این شکلی هم موثرتره هم جذابتره و همین که آقای خودمون هستیم حرفی که داریم حرف خودمونه پس درخواستم اینه حتما حمایت بکنید و این که اگر کسی از مدل تیم خوشش میاد اگر کسی از مدل کارم خوشش میاد و اگر کسی احساس میکنه که این مدل مورد ترجیح قرار گرفته ولو یک ریال از شخص بنده حمایت بکنید تا بتونیم به یاری خدا با قوت پیش بریم و کار جلو ببریم نکته دیگه ندارم اگر احساس کنید نکته ای هست به این ویدیو اضافه بکنید خیلی مخلصیم وقتتون بخیر